بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لأهله و الصلاة على أهلها و بعد. قال الله لکیم فی کتابه المبین و اخرجنی مخرج صدق. جد خوشنودی ارواح همه شهدای راه خدا و خصوص شهدای واقعه دردناک و فاجعه دایمرداد و بخش های ولسوالی سیاول و حصه دو. صلوات بلند ختم بفرمایید. بزرگان و سروران و عزیزان، خوشحالم الان در کنارشون هست. تلاش هایی که بعد از واقعی هجوم کوچه ها در دایمرداد و ولسوالی سیول و سیدو صورت گرفته در جریان هستید و در جریان هم قرار گرفتید. من تشکر میکنم از همه مردم سرفراز و عزتمند و از همه حلقات سیاسی و از همه نمایندگانی که تا این لحظه در جهت حل این معضله تلاش کردند. تلاشی که راه افتاد ابعاد وسیع دارد و ما هم از آغاز هجوم کوچه ها موضع بسیار روشن و مشخص را اعلام کردیم و برای جلوگیری از گسترش قضایا سفری در دایمرداد داشتند. دایمردادی که کاملا در تسلط کوچه ها بود، در صد متری ما هم سنگر کوچه ها بود. و شنیدم گزارش های هم دقیق است که طالبان هم نسبت به کوچه ها قهر کردند که چرا خلیلی زنده بیرون شد. ولی ما بسیار با صراحت میگم مرگ را قبول کرده وارد معرکه شد. گزارش های هر قسم بود. مردم یک گزارش میداد، رسانه هایی که در کابل و ارگان های دولتی و شکل دیگه. من بسیار جدی خودم اقدام کردم که باید در دایمرداد رفت. وزیر داخله و لوی درستیزم با خود همراهی کردم که بیایید و از نزدیک ببینید. آمدیم، خیلی قضایا برای ما روشن بود، برای دوستای دیگه هم روشن شد. مرحله اول را ما آتش بس، عدم پیشروی، تخلیه مناطق مسکونی و زراعتی و تبادله اجساد و اوسرا، مرحله دوم تخلیه کل منطقه، جبران خساره دو طرف، یک طرف دیهات، مردم دینشین، خانه، زراعت، کشت و کارش، و یک طرف دیگه که دای علفچر دارن که مالش و گوسفندایش از علفچر باید و شکلی از اشکال جویره شد. مسئله دوم، سوم، اسکان کوچی. ما بارها صحبت داشتیم، حالی هم به یدید استیم، چه در سطح دولت چه در بیرون دولت، تا زمانی که کوچه ها اسکان پیدا نکنن، پدیده کوچگری از هزارجات قطع نشوه، مردم ما همونطوری که در صد سال گرفتاری واقع بودند از بعد هم خواهد. ما وقتی که در مرحله اول به یک سری دستاوردهای رسیدیم، مرحله دوم را با آقای رئیس جمهور صحبت داشتیم که با فرمان رئیس جمهور باید آغاز شد و فرمان مجددی از آقای رئیس جمهور صادر شد و مصاحبه مطبوعاتی
و طی کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرده. حالی هم دوستای عزیز، برادرای عزیز، من نیامدم که خبرگیری از شما باشم و برگردم. در جریان هستید، هلیکوپترها را ما رخصت کردیم. من اعلام کردم موضع خودم. تا زمانی که مرحله دوم این فیصله که حکم آقای کرزی با عنوان رئیس جمهور افغانستان جنبه عملی نگرفته، ما در کنار مردم بیسود خواهم. و اگر در پیام خودم امروز که از همه رسانه هم پخش خواهد شد، اگر جنگ صورت بگیرد و اگر خون ریخته شود، خون خلیلی یکی از خونها خواهد که در کنار مردم بیسود یه خون ریخته شود. ما آمادگی زیر دارم. بسیار با صراحت با آقای رئیس جمهورم اعلام کردم و به مردم خود هم اعلام کردم. به هیچ وجه من قبول ندارم که بار دیگر این فرمان به زمین گذاشته شود و بار دیگر پدیده کوچگری در سالهای آینده دامنگیر مردم مظلوم منطقه باشد. ما ضرب الاجل در فرمان آقای رئیس جمهور مشخص کردیم که ظرف 3 ماه باید اسکان کوچه ها شروع شود و هر چه زودتر منطقه را تخلیه کنه. ما وقتی که آمدیم هم گفتیم، آلی هم میگه، در پیام خودم گفتم، هر چه زودتر باید منطقه دای مرداد حصه اول حصه دو تخلیه شود و تمام مناطقی که مربوط به آذربایجان بدون قید و شرط نابرگردن. خساره ای که میخواهند او را دولت طرف است و باید دولت پرداخت. هر چی زودتر زمینه برگشت مهاجرین و بیجا شده ها در دای مرداد، کجاب، حصه دو و حصه اول فراهم شود و ما تا زمانی که منطقه تخلیه نشده، تا زمانی که زمینه برگشت بیجا شده ها فراهم نشود، ما در کنار شما اینجا خواهم بود. بیایند خون خلی را زوال بریزند. خون ما رنگین تر از خون مردم مظلوم بیسود نیست و خون ما از خون مردم مظلوم دای مرداد پربهاتر نیست و خودم آمادگی مرگ دارم.